کشت. خب میگه شطرنج ناز انداختم و از غمزه ماتش ساختم، من بر رخش دل باختم، او به حسابم میبرد. سیدی سه باشین که من اگذر شطرنج باز هم هستم. اما کوشش کن که خود مات نکنی، دیگه کسی مات کنی. بعض وقت آدم خود مات میکنه. در سیاست بسیار آدم ها شالی میره خودش مات میشه. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم سر حال باشین. با وجودی که من در یک جای امروز مهمان هستم، یک برنامه بسیار باشکوه از یکی از افغانهای عزیز ماست، از بزنسمنهای بسیار گرانمایه افغانستان، جناب زبی رستمی یا زبی افغان همیشه خودم میگه. قسمت ما را اینجا آورد و دلیل از این که در یشت مشت به قول ما کابولیا ما این مصاحبه را با جناب سیدی میخوایم ترتیب بتم. اول خوب بسیار حضور کردیم برای آقای سیدی، باور کنین عزیزا. میگه تو امرد مرا مکم گرفتی که عاشقم نباشی. ما گفتم دیگه چطور کنم، دلم را آهنی کردم مبادا عاشقت گردد. ندانستم ای سیدی دل آهن رو باداری. آقای سیدی از لحاظ معنوی همه دلها را به دست آورده و عشاق یا عاشقای زیاد در دنیا داره. البته این مصاحبه ما یک مصاحبه تعقیبی است. پیش بینی هایی که در این مصاحبه آقای سیدی کرد، مثلا از جمله حمله امریکا به ایران، و قول آقای سیدی که گفت یا امروز میشه یا صبا. شما باور کنین که حمله امریکا به 85 پایگاه نظامی ایران در کشورهای مختلف، اردن و لبنان و بعضی کشورهای عربی صورت گرفت. خب البته جای تعجب هم نیست، چون آقای سیدی یک دیپلمات کارکشته است. یک سیاستمدار باید بفهمه به اساس تجارب گذشته، بفهمه که در یک کشور چه اتفاقات رخ میدهد. آقای سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و سایر موضوعات است. این سر خودم رو سفید نکده، با وجود که سرش نیکبخت سیاه معلوم میشه، چهرام جوان، او روز هم گفتم که مثل داماتا شده بود. اما من افتخار میکنم با آقای سیدی که هم تاب و توان مذاقه و شوخی های مرا داره. فردانه وطنم خانم کریمی، خدمت شما سلام عرض ادب دارم و بیننده هایی که ما را ببینن و بشنون ادا احترام دارم. امروز سرور دانش معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان اعلان کرده که سیستم فدرالی باید در افغانستان پیاده شود، که در سابق معرف حدیث در این مورد زیاد بود که گویا میره به طرف تجزیه. که یک چتر سیاسی فدرال خواهی است برای همه احزاب، نهادها و فعالان سیاسی و فرهنگی و از همه رجال سیاسی، اصحاب فکر و قلم، روشن فکران و مبارزان عدالت خواه استقبال میکنند و از طرح و اندیشه ایشان کمک میگیرند. اول جناب، من هیچ نوع مخالفتی به نظام فدرالی ندارم، چون در امریکا نظام فدرالی است، در پاکستان فدرالی است، در هندستان فدرالی است، در کانادا فدرالی است، در آلمان فدرالی است، به بسیار کشورها است. اما آیا شرایط نظام فدرالی در افغانستان آماده است یا نه؟ اما اون چرا که من از زبان آقای دانش شنیدم بسیار خلق مرا تنگ کرد. به خاطر چی خلق مرا تنگ کرد؟ آقای سرور دانش کسی من هیسی حقوقدان، میدانین از امی 20 سال نظام چی بود؟ اولی والی بامیان بود، بعدا وزیر عدلیه بود، بعدا وزیر تحصیلات عالی بود، در حدود 7 سال هم این معاون رئیس جمهور بود. تمام قوانینی که در افغانستان ساخته میشد باید از زیر قلم آقای دانش میگذشت. شما را دقیقا خدمت شما عرض میکنم که من بودم، آقای عزیزی رفیعی بود، آقای پرتو نادری بود، چند نفر دیگه قوانین ساخته رفتیم همراه دانش مصلحت داشتیم. قانون انتخابات بود، دهی مسخری بود. مجرده که یکی از همکاران ما از فدرالی گپ زد، آقای دانش اونقدر خفه شد، گفت که کلمه فدرالی را به دهن آوردن تنها مردمان وطن فروش میارن، نه دیگه کسی. حالا یعنی تمام قوانینی که ساخته شد در زمان آقای دانش، نادرش در رأسش بود، در رأس بود، همه ضد فدرالی بود، ضد مشارکتی بود، جمهوریت مطلقه و در حمایت از حکومت اشرف غنی. حالا آقای دانش فدرالی میگه. اگر فردا هم آقای دانش وزیر عدلیه شه یا معاون رئیس جمهور شه، قطعا فدرالی نمیگه. بلان ما سیاستمداران ابن وقت، سیاستمدارانی که به نخل روز نان میخورن، یک روز این پله و این پله است، بیشتر حرفی برشان ندارم. اگر در خانه کس است یک حرف بس است.
فدرالیزم هرگز به معنای تجزیه نیست. همونطوری که دوستان ما دکتر سر احمد و دکتر سر پدرام اشاره کردن، فدرالیزم هرگز به معنای تجزیه نیست و ما هم تجزیه طلب نیستیم، بلکه کاملا برعکس، فدرالیزم بهترین راه برای جلوگیری از تجزیه و حفظ وحدت و یک پارچگی میهنی و ملی است. شما شنیدین که محکمه مدنی پاکستان یک عبس دیگه برای عمران خان و بشرا بی بی همسرش تعیین کرد که گویا بشرا بی بی زمان عدت تعیین نکرده با عمران خان عروسی کرده. شما میدانید که سیاستمداران پاکستان، رهبران پاکستان اکثریت مطلق از ایران غیر اسلامی ندارن. اینا سکولر هستن، به دین باور ندارن. از نگاه دین اسلام یک خانمی که شوهرش فوت میشه باید 3 ماه را تیر کنه، باز بعدا ازدواج دیگر کنه به خاطر عدتش. یه قانون دینی است. اما عمران خان یک زن انگلیسی داشت، او را طلاق داد. یک زن دیگه ریان خان بود که سابق خبرنگار بی بی سی بود، او را طلاق داد. این بشرا بی بی را پیدا کرد، وقتی پیدا کرد که از مردن شوهر از 1 ماه طول شده، بعد از 1 ماه ای را گرفت. خب نکاحش هم معلوم نیست کدام ملای مفخور نکاح کرد یا نکرد. بنان اوضو خطر محکمه پاکستان 7 سال ای را قید کرد که زنی را بدونی مسائل شهری گرفت. اما برمیگردیم به انتخابات. اردوی پاکستان مصمم است که انتخابات پاکستان را برگزار کنه و نواز شریف برادر شهباز شریف برنده کنه. یعنی حزب عمران خان باید بسیار عقب بمانه و رای نبره. اما این پیروزی نواز شریف مطلق نیست، به خاطر که اردوی پاکستان میخواهد که نواز شریف برنده شه با یک ائتلافی، یعنی 50 جمع 1 پره کنه با یک ائتلاف نیمبندی. شما میدونید خانم کریمی محترم که حکومت های ائتلافی شکننده هستن، همیشه به چالش مواجه میشن. بنابراین اردوی پاکستان حکومتی را در پاکستان میسازه که نیمبند باشه، شکننده باشه، قدرت تصمیم گیری نداشته باشه تا اردو بتونه زمینه یک کودتای را فراهم سازه یا حرفای دیگری داشته باشه. اما برمیگردیم به مسئله عمران خان. در احزاب خانم کریمی دو نوع است. یک احزابیه که برنامه محور است، یک احزابیه که بسیار عفو کنید. چرا این مسئله خانم عمران خان چند وقت پیش نظامی های پاکستان یا وکلایی که به حساب قوانین مدنی کار میکنن اما وقت چرا سرسد بلند نکردن که میفهمید که متاسفانه امروز دین آلای دست سیاست است. وقتی که ضرورت پیدا شد از دین سوء استفاده میکنن. شما دیده باشین که در جنگ ها این طرف هم شسته میگه الله اکبر، اون طرف هم میگه الله اکبر، هر دو تا یک دیگر خود میکشن، چون همیشه میخوان از دین استفاده سو کنن، نه به خاطر خوشنودی خداوند بلکه به خاطر خوشنودی سیاستمداران. از آدرس دین، از شمشیر دین گردن میزنن مردم ناحق. خب به هر صورت گفتم در عمران خان گفتیم بعضی احزاب هست که شخص محور است، بعضی احزاب هست که برنامه محور است. حزب عمران خان، حزب انصاف شخص محور بود، یعنی عمران خان یک اسطوره بود در بین حزب. حالا که عمران خان نیست، تعداد زیادی از حزب اون طرف رفتن، تعداد بندی شدن. دیگر نقش کلیدی را که عمران خان بازی میکرد اینا بازی کرده نمیتونن. انتخابات امریکا بسیار نزدیک است. از طرف دیگه به اساس پیشبینی سیدی صاحب که بسیار دقیق برآمد که حمله امریکا امروز یا دیروز که شما پریروز شاهدش بودین، حمله ای را که امریکا به منافع ایران در کشورهای مختلف کرد، با زینبیون کرد، با هشت شعبی کرد، با حزب الله کرد، با حوثی ها کرد، با سایر جاها کرد، در اینجا توقف نمی کنه. ایران بدون تردید بی جواب نمی مانه. حامیان ایران بی جواب نمی مانن امریکا را. به این چالش ها دوام میکنه. به خاطر این دوام میکنه که امریکا هم راضی است به دوامش، طرف مقابل همچنین. به خاطر که امریکا انتخابات پیش روی داره، باید بایدن به حامیان خود بگویی که من از حامیت امریکا، از حسیت امریکا دوام کنم. اما برمیگردیم به این دوام میکنه، گاهی ده اینجا گاهی ده اونجا، یعنی خاموش نمیشه. جنگ شرق میانه به زودی خاموش نمیشه، انکشافات بیشتر میکنه و کم نمیشه. ولی در انتخابات امریکا به هیچ صورت جو بایدن برنده نمیشه، از همین لحظه ناکام است.
کاری را که به افغانستان کرده مردم امریکا، چون بایدن عزت امریکا را زیر پا کرده، قدرت امریکا را زیر پا کرده، دیگه نمیبره. شاید تعدادی از دوستان بگن که انتخابات امریکا را ترامپ میبره. من هنوز به برندگی ترامپ شک دارم، به خاطر از اینکه ترامپ درست است که نسبت به بایدن محبوبیت بیشتری داره، قدرت بیشتری داره و از طرف جمهوریت خواه کاندید است نسبت به خانم هیلی. اما چون جمهوریت خواه می دانند که ترامپ با پوتین بسیار نزدیک است، با رئیس جمهور روسیه، با روسیه نزدیک است، اگر جمهوریت خواه بتانند مانع ایجاد می کنند که ترامپ هم برنده نشه، کسی دیگری برنده شه، به خاطر اینکه روابط تیزی با نیست. جنگ اوکراین بدون شک به نفع روسیه تمام میشه، اما مشکلی که در منطقه است، بعض اقتصادی دنیا خراب میشه. آلمان از نگاه اقتصادی بسیار به دشواری ها رو میشه، بعد از این فرانسه به مشکلات اقتصادی میشه. کشورهایی که یورو دارن، مثلا یورو است، بسیار به چالش های اقتصادی گرفتار میشن. بحران فراگیر میشه، به زودی این راه حل نمیشه. بایدن به هیچ صورت دیگر رئیس جمهور امریکا نیست، اما ترامپ هم چالش هایی داره. یعنی امریکا با این وضعیت نمیتونه منیسی اگر بر قدرت جهانی خود حفظ کنه، به خاطر اینکه ضرباتی را که سیاست های بایدن به امریکا زده، امریکا دو دهه کار داره که تا پس ترمیم کنه. آقای سعیدی، پیشبینی های شما خب عقایق میگین، متاسفانه شنیدن عقایق تلخ سخت است، اما غیر مستقیم از یک جنگ تمام عیار در سطح اروپا و شرق میانه و کشورهای ابرقدرت ظاهرا معلومش از فوای صحبت شما که در راه است. یقینا دنیا به یک سمت میره که فعلا اقتصاد دنیا ورشکست است، وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی، حتی تغییر اقلیم که به قول معروف طبیعت هم با ما سر ناسازگاری را گرفته. آمدیم سر مسئله دونالد ترامپ که شما گفتین بایدن امکان برنده شدن مجددش خیلی کم است. دونالد ترامپ هم شما دیدین یک محکمه که دیروز یک خانم دیگه سرش ادعا کرده بود، چندین مورد فساد اقتصادی و فساد اخلاقی داره. من نمی‌فهمم که از دید شما در این میان که خانم نیکی هیلی هم در چند استیت امریکا به اصطلاح انتخابات مقدماتی را باخت، که پس چی میشه مشکل؟ و در مورد افغانستان که بر ما خیلی مهم است، شما لطف کردین که یک خانه تکانی در راه است. خانه تکانی طالبا به کجا میرسد؟ بله. چرا خانه تکانی بخیر؟ ببینید، طالبا اضافه تر از 2.5 سال گذشتن، به هیچ گفته دنیا و مردم افغانستان تمکین نکردن. حالا بفهمند که مردم آسته آسته کارت به استخوان مردم میرسه. علمای هستن که بعد از علیه طالبان حرف میزنن، شخصیت ها هستن که بعد از در تا پای قربانگاه علیه اینا حرف میزنن، شورش های داخلی اوج میگیره. طالبان با این وضعیت، با همین حاکمیت، 8 ماه یک سال دیگه بیشتر نیستن. یعنی نیستن هدف از اینه که از افغانستان نابود میشن، یعنی تندروهاشون کنار زده میشه، یک تعداد میانه رو با مردم افغانستان اشتی میکنن. منیسی ملت افغانستان، مردم افغانستان نفس راحت میکشن، این پیشبینی بست به امید خدا. اما متاسف هستم که قشر تحصیل کرده ما، چی خواهرها چی برادرها، دیگه به کشور بر نمیگردن. تحصیل کرده هایی که دکتر ماستر لسانس که ما داشتیم 20 سال دیگه کار داره که تا باز همچو ذخیره هایی با ارزشی را ما پیدا کنیم. متاسف هستم دانش و فرهنگ و تحصیل کرده از کشور ما رخت بسته، که جای گیری است، جای ناله است، جای فریاد است که وطن ما یک بار دیگر برگشت به 30 سال پس. قول جاوید شریف، یک قدم پیش یک قدم پس، از ما یک قدم پیش از قدم پس هستیم. این چطور خانه تکانی صورت میگیره در افغانستان؟ در مورد که ایالات متحده امریکا آوازهایی است که کنسولگریشان افتتاح میکنن، نماینده طالبان اعتماد نامیشان کشور چین پذیرفت، چندین کشور دیگه همچنان با طالبان میانه دارن، چی فکر میکنیم در تناقض قرار نمیگیره گفتارو؟ ببینید، مسئله کنسولگری که امریکا ادعا کرده تا روز واز نکرده، رد هم کرده، ولی کنسولگری رو امریکا، کنسولگری از سفارت، سفارت منبع سیاسی است، کنسولگری منبع ویزه است. اگر کنسولگری رو امریکا واز هم بکنه، به خاطر افغان ها همکارا خود میخواه بکشه زمینه ویزه رو برابر کنه به اونا توسط پاکستان نکنه. این یک بازی سیاسی است، بازی سیاسی است. ازبکستان هم
آقای سیدی عزیز، ازبکستان هم سفارت شد و نماینده طالبان تسلیم کرد، یعنی نماینده طالبان اعتراض کرد چوکی سفارت. ببینید طالبان سکنید، طالبان در ازبکستان، در ترکیه، در چین روابطی دارن. من میگم 10-15 کشور روابطی دارن، اما این رابطه زیادتر رابطه اقتصادی، استخباراتی، امنیتی است. یعنی رابطه ای که کمر بسته کنن، بیان جرات کنن، اعلان کنن که ما طالبان را به رسمیت شناختیم، دست شما آزاد. متاسفانه این کشورها این جرات را ندارن. هر وقتی که امریکا ای اعلان کرد، با تعداد دیگه کشورها زیاد میشه. یعنی یک بازی دوگانه ای وجود داره. امریکا هم بازی دوگانه داره، روسیه هم بازی دوگانه داره. همونطور که در سیاست منافقت وجود داره، در رهبرهای دنیا هم منافقت وجود داره. آقای سیدی عزیز، شما میفهمین که طالبان موسیقی را حرام عنوان کردن، هنرمندان را مرتد. از دیگر طرف طالبان دشمن فرهنگ، دشمن موسیقی، و از طرف دیگر بیشتر گفتم در افتتاح سفارت افغانستان در ازبکستان یا تحویل دیش به نماینده یا دیپلمات طالبان، یکی از هنرمندان شهیر و خوشخوان، شاعر، کمپوزیتور امیر جان صبوری که من سخت از علاقمندایشان هستم، تا جوانی میرسد غم بر سر غم میرسد، درد و رنج و عاشقی همیشه با هم میرسد، و یکی قدر زیاد به دیگری کم میرسد، مگر ای سنگ صبور مسافری دیار دور، کو به کو نمی رسد آدم با آدم می رسد. مثل از این شعرهای قشنگ دیگه داره. امروز من دیدم در یک کنج استاده بود که حضور آقای صبوری چی مفهوم یا معنای را افاده میکرد از دیدشون. خانم نظیری سپاسگزارم که سوال کردید. من این خبر صبح شنیدم شخصا، چون صبوری را بسیار دوست دارم، با یک دوست دیگه ایمه که انجینر است با او تماس گرفتم، بعدا با آقای صبوری تماس گرفتم. آقای صبوری گفت به خاطر سفیر نو ما نرفته بودیم. آقای خالد علمی که چندین سال میشه در اونجا سفیر بود از حکومت سابق، یک آدمی دانشمندی، آدمی با وجدانی، آدمی فرنگی بود، او بافل گرفته بود در داخل سفارت خداحافظی میکرد. ما مردم به خداحافظی سفیر سابق رفته بودیم. این کسی که حال سرپرست سفارت میشه یه امامت پلوی ماشست، یه امامت. یعنی ما به استقبال سفیر نو نرفت بودیم. این موضوع از تلویزیونی یا رسانه نشنن هم آقای صبوری صحبت کرد که ما به خداحافظی سفیر سابق رفته بودیم. این یکی که مطبوعات دامن زده که امیر جان صبوری به خاطر سفیر طالبان رفته، مطلق غلط است، مطلق غلط است. من شخصا نمراش کردم. از دیگر دوستات از صفات اجتماعی و تماسایی یک چیزی که ندر جان، یک چیزی را اجازه بیتیم که بی جواب نمانیم. شما در اول صحبت رو گفتیم که این موضوعات از کجا آقا میشه، چطور خبر میشه، فالبینی میکنیم. این را اگر من وضاحت نتینم، مردم ما یک فکر میکنن. من میخوایم به وضاحت بتونم که من تقریبا اضافه تر از 14 مستقیم و غیر مستقیم در سیاست هستم. به شمول شما با خبرنگارای بسیار دوست داشتنی، چی خواهر چی برادر تماس دارم در امریکا و در اروپا، از قصر سفید گرفته شروع تا نقاط کشورهای دیگره. بنان از اطلاعاتی که امریکا حمله میکنه نسبت به هر کسی دیگری، روابطی که با خبرنگارا دارم، به سیاسین دارم، زودتر آگاه میشم. این که عمران خان انتخابات چی میکنه و نواز شریف چی میکنه، نظر به اطلاع رسانی که من تماسایی که دارم زودتر خبر میشم. یعنی من کسی هستم که در بین ژورنالیستا، در بین خبرنگارا و ادارات اطلاع رسانی مرا یک احترامی دارن، از این خاطر است که من از اکثر مسائل آگاه میشم. من پیشتر نگفتم که در اروپا جنگ میشه، من گفتم که اروپا از نگاه اقتصادی بسیار ضربه خورده به خاطر جنگ اوکراین. من گفتم که پیسه یورو بسیار ضربه میخوره. تکرار میکنم که جرمنی به زودی به اقتصاد مشکل مواجه میشه، قیمت ها بلند میره، در فرانسه بلند میره، به خاطر اینکه سیاست مدارا بازی را در اوکراین کردن که باید نمی کردن. بله بله بله. آقای سیدی عزیز، از معلومات جامعه و بکرتان بسیار زیاد تشکر. او را من شوخی کردم، یکان شوخی خوروا باشه، گفتم فالبین است، حتی فالبین هم تو پیشبینی های دقیق نمی.
گپ شما بکن، یک گپ دیگه میگم که مردم افغانستان ما باشیم یا نباشیم، شما یک سال دیگه با این مشکلات دست و پنجه نرم نمیکنید، راه نجاتی برای شما پیدا میشه. اگر تا یک سال دیگه شما نفس راحت نکشیدین، باز بگوین که شما دروغگو بودید. نه نه، شما بر اساس تجاربتان چون مسلمانه اوضاع افغانستان تعقیب کردین با یک احساس مسئولیت و با یک احساس ملی، اما به شما باورمند است، به اصطلاح گل بودین، گلاب شدین، انگور بودین، شراب شدین. ضمناً در مورد صدیق افغان فیلسوف، یگانه فیلسوف ما، هم دوستا به ما تماس گرفت که نظر آقای سیدی در موردشان چی است. خب برخوردشان بر صورت همطور که گفتیم از خردا لخشیدن، از کلانا بخشیدن که آقای صدیق افغان لطف کردند، او جوان به دفترشان پذیرفتند، تعداد از استادان تشریف آورده بودند. یک دو سوال کرده که نظر به نظر آقای سیدی در مورد دانش فلسفی ریاضی در وجود آقای صدیق افغان چی میگن؟ آیا آقای افغان واقعا یک فیلسوف است؟ من معمولا تمام دانشمندا را احترام دارم، هر کس دسته. من علاقه هستم که دانشمند من کسی میگم که حداقل یک سه چهار جلد کتاب رو طبع شده باشه، مانده باشه، آثاری علمی داشته باشه. من متاسفانه بدبختی می است که تا حال آثاری را از آقای افغان نخوندم. من خودم آثار علمی را تنها تلویزیون شنیدم که میشه گفت که دو جمع دو جمع چهار جمع هست مثل اون شو پنج اخلومات یا شنیدم، یا گفت پنج جمع شیش جمع هفت مثل اون شو بیقدر روزه ای را شنیدم. اما چون به ریاضیدان نیستم درباره شخصیت آقای افغان تبصره نم کنم. من یک وقتی آقای در مسجد وزیر اکبر خان شام رفته بودم به نماز، خدا قرقی رحمت کنه، آقای مولانا نیوزی که حالا شهید شده اونجا بود، آقای افغان آمد بسیار گپی خوب، خود من بسیار احترام کرد، هر چی بود کردم نکن دست مرا ماچ کرد، خودش میشنه. من گفتم کار خوب نکردی، تو بزرگوار هستی، تو یک دانشمند هستی. گفت من از این خاطر دست تو را ماچ کردم که تو حق میگی. من به قرآن شریف خوندم که هست کسی حق میگه بهترین مجاهد بهترین مسلمان و هست، از اون خاطر من دست تو را ماچ میکنم. صدیق افغان دست مرا ماچ کرد و وزیر اکبر خان. اما من درباره ریاضی نمیفهم، تبصره هم نمیکنم، فقط به صدیق افغان احترام دارم. زنده باشین، من هم احترام دارم، من تا یک ذره به سرعت گپ میزنم، سرعت قوی افادهشون بسیار تیز است نام خدا، و همی که اعداد بسیار بزرگ از جمع و ضرب و تقسیم میکنه، یک ذره گک سخت است که بالاخره از او چی به اصطلاح نتیجهش چی میباشه. ببینید سی سال میشه همی گپا رو زدم، سی سال میشه، یعنی بسیار پرکتس کردن، وارد هستن. خب دوستای عزیزی بود، صحبت های بسیار جالب پیوسته به گذشته، نظر به تقاضای شما که به ارتباط مصاحبه قبلی آقای سعیدی که واقعا طوفان کرد پیش بینی هایشان اما عملی شد، صحبت انجام دادم و از آقای سعیدی عزیزم بسیار تشکر که بازم صدای مرا به زمین ننداخت و به این مصاحبه حاضر شد. امیدوارستم طرف توجه شما از قرار گرفته باشه، یاد بگیرین، پند بگیرین از صحبت های آقای سعیدی. تا دفعه بعد شما از را به خداوند میسپارم. پدرود. Thank you.